برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، از حملات سیستماتیک بی سابقه بر حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی کرده است. او جمعه شب 22 اردیبهشت در توییتی نوشته است که زنان و دختران هر کجا باشند مستحق زندگی با عزت و با احترام هستند. هرچند گوترش در این اظهاراتش از زنان کشور مشخصی نام نبرده است، اما پس از حاکمیت دوباره گروه طالبان، زنان افغانستان از همه حقوقشان از جمله حق کار، آموزش و حضور در اجتماع محروم شدند. اقدام‌های زن ستیزانه طالبان همواره با واکنش تند جهانی روبرو شده، اما این گروه تا کنون به هیچ یک از این هشدارها توجه نکردند. مرکز اندیشه اسلامی اهل بیت علیهم السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شهر بغداد با برگزاری مراسم عزاداری دهه صادقیه را گرامی داشت. این مراسم با حضور ده ها تن از جوانان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام و به مناسبت نزدیک شدن به ایام شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام برگزار شد. ورود غیرقانونی به اتحادیه اروپا از طریق دریای مدیترانه از ابتدای سال 2023 میلادی 300% افزایش یافته است. آژانس مرزی اتحادیه اروپا اعلام کرده شمار عملیات ورود غیرقانونی به اتحادیه اروپا از طریق دریای مدیترانه طی ماه‌های ژانویه تا آوریل 300% در مقایسه با مدت مشابه سال 2022 میلادی افزایش یافته است. طی 4 ماه ابتدای سال 2023 میلادی حدود 4200 عملیات ورود به اتحادیه اروپا ثبت شده است که از سال 2009 میلادی که آمارها ثبت شده است بالاترین رقم به شمار می‌رود. همزمان با آغاز دهه صادقیه 21 تا 30 شوال المکرم دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله در شهر ماجنگا در کشور ماداگاسکار اقدام به برگزاری مجالس عزاداری دهه صادقیه نمود. در این مراسم ده ها تن از شیعیان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و مقلدین آیت الله العظمی شیرازی دامظله حضور یافته و به سوگواری پرداختند. شیخ محمد رضی وسرام وکیل آیت الله العظمی شیرازی در کشور ماداگاسکار سخنران این مراسم بود و در مورد زندگی و شخصیت امام صادق علیه السلام به سخنرانی پرداخت.